سلام به همه شما دوستان خوب همراهان دوج امروز هم سرتیتر اخبار روز آلمان و اروپا و جهان رو به زبان آلمانی و فارسی با هم دیگه مرور میکنیم دوستانی که پرسیده بودند با خدمتتون عرض بکنم که دوج پرزشتیوی منبع کامل زبان آموزش آلمانیه شما هر آنچه که نیاز داشته باشید به معنای زبان آموز یاد بگیرید رو در دوج پرزشیوی میتونید پیدا بکنید از گرامر مبتلی تا پیشرفته گرفته فعل‌ها واژه‌ها جمله سازی خیلی دوستان با کمک این ویدیوها به راحتی از عهده امتحانات ای به آینس به لبن این دوچلند آلمانی و غیره بر اومدن و تو زندگی روزمره خیلی موفق بودن شما از آنم میتونید به همه این مطالب دسترسی داشته باشید و از ویدیوهای قبلی که برای آموزش زبان آلمانی هست استفاده بکنید بریم سراغ سرتیتر اخبار ببینیم چه خبر بوده بوندس رگیرون گیبت دولت آلمان واکسن آسترازنکا رو آزاد میکنه منظور اینکه که در دسترس همه میخواد قرار بده این واکسن رو شپان زاکته تو فیل ایمف بغشتکته. ولن دی آسترازنکا واکسن نیشت دس هالب دورفن زیشیت بوندس وایت اله دامید لاسن دی ولن شپان که وزیر بهداشت آلمانه گفته که خیلی از افرادی که واجد شرایط دریافت این واکسن هستن واکسن آسازنکار رو نمیخوان بگیرن حالا به هر دلیلی نمیخوان از این واکسن براشون استفاده بشه بنابراین حالا اجازه دارن در سراسر کشور همه آدم خودشون رو با این واکسن در از واکسینه بکنن که دلشون میخواد پس هر کسی که بخواد میتونه خارج از نوبت بدون پیوغی یا اولویت بندی به زودی واکسن آسازنکا رو بخواد از این واکسن اگه بخواد استفاده کنه در دسترسش به صورت آزاد خواهد بود و میتونه استفاده بکنه که خبر جالبی بود RKI meldet 18485 نو روبرت کوخ اینستیتوت 18485 مورد جدید ابتلا به بیماری رو ثبت کرده منظور تایی 24 ساعت گذشته. Das fast 6000 weniger als vor einer Woche. این عدد تقریبا 6000 6, مورد کمتر از هفته قبل همین موقع هست. نشون میده که آمار مبتلایان در میاد پایین. دی incident sinkt auf 125,7. شاخص کاهش پیدا کرده و رسیده به 125 ممیز 7. در از شپان امروز گفتش که به نظر میرسه که موج سوم کرونا در آلمان شکسته شده و آمار داره پایین میاد زکس لندا اونتا اینسیدنس 100. این هونداد تا استان اومده شاخصشون رسیده به زیر صد نخ شلیس ویش هولشتاین هامبورگ و ساکسن، یتس آخ براندنبورگ، برلین و مکلمبورگ فورپومن بعد از در از سه تا استان شلیسویش هولشتاین هامبورگ و نیدازاکسن الان براندنبورگ و برلین و مکه مکفوپومن هم شاخصشون رسیده به صد توی این تا استان آمار خیلی پایینه که خبر خوبیه در از ویدیو قبل داشتیم اگر شاخص زیر صد بیاد به صورت یک پارچه یه سری بازگشایی ها انجام میشه Online Petition gegen Olympia. Petition یا همون درخواست‌های آنلاین ضد برگزاری بازی‌های المپیک. 100.000 in Japan fordern Absage der Olympischen Spiele. صدها هزار نفر در کشور ژاپن که این تابستون بناس میزبان المپیک باشه، تقاضای کنسل شدن بازی‌های المپیک رو دارن که برگزار نشه. ابزاگه یعنی کنسل شدن و اولمپیشون شپیل هم یعنی بازی اولمپیک در از اینجا گنیتیو هستش شبیله چون دی شپیل هست شده دی در پوشه مخصوص به خودش رو داره اکوزاتیو داتیو و گنیتیو میتونین خیلی ساده و کاربردی اینها رو یاد بگیرین های zu برای Gozinehoi Joygozin baroye یهبار مصرف Alternative یعنی گزینه جایگزین که بشه یه کاری انجام داد. Einweg ویک یعنی بندی هایی که یک بار مصرف هستند. Gastronomie muss ab 2023 انبیتن um Müll zu reduzieren. گاسترونومی که شامل رستوران ها، کافه ها، بار ها و اینها میشه، بایسته که از سال 2023 گزینه‌های جایگزین برای ظروف یک بار مصرف رو ارائه بکنه که بدین وسیله بشه زباله کمتر بشه کاهش پیدا کنه. ایمف آنگهبوت فÜR 12-jährige bis 18-jährige. واکسن برای کودکان 12 تا 18 ساله Bis Ende August sollten laut Minister Spahn alle ein Impfangebot erhalten. تا آخر ماه آگوست بناست که طبق ادعا یا گفته وزیر بهداشت همه این افراد دوازد تا هیچده ساله هم بهشون واکسن ارائه بشه بتونن واکسن دریافت کنند. خبر بعدی خبر جالبیه. 1,1 میلیون امفونگن ام میتوخ یک میلیون و صد هزار واکسن در روز چهارشنبه استفاده شده لاوت آکایی زین 30,6 پروتسن ده دوچن مندستنز اینمال گه امفت طبق گفته روبرت کوخ اینسیتوت سی درصد ممیز شیش در از سی ممیز شیش درصد آلمانی ها حداقل یک دوز واکسن رو دریافت کردند که خبر جالبیه سرعت بخشیدن و به زودی گسترش پیدا میکنه چند روز قبل هم داشتیم که رکورد یک میلیون تزریق در یک روز زده شده بود الان به یک ممیز یک رسیده یعنی یک میلیون و صد هزار واکسن در یک روز در اینجور جملات دوستان عزیز که به این جملات چون از منابع معتبر هست و تغییری ما درش نمیدیم این گونه نوشته میشه مثلا اینجا نوشته سی درصد د دوچن میندستس اینمال درسته میگه سی درصد آلمانیا واکسن شدن این به معنی این نیستش که فقط آلمانی ها منظور این هستش که حالا چون اخبار در از به نوعی واسه آلمانی ها گفته میشه این مدلی بیان میشه این منظور سی درصد جامعه هستش حالا خیلی هم بودن که آلمانی نبودن و یا حالا به قول معروف پاسپورت آلمانی هم نداشتن ولی واکسینه شدن ولی منظور این هستش که سی درصد جامعه آلمان که در آلمان سکونت دارن واکسینه شدن این نکته بودش که تو ویدیو قبل از دوستان پرسیده بودن گفته شده بود که به فرض آلمانی ها واکسن رو دریافت خواهند کرد که باعث سوء تفاهم شده بود که آیا این فقط واسه آلمانی ها هست این در از خدمات یا خیر که این گونه نیست برای تمام ساکنین آلمان هستش هر کسی که به طور قانونی در آلمان حضور داره خبر بعدی میگه این فیو هاوارد شتودیغنده واکسن اجباری برای دانشجویان دانشگاه هاروارد شتودیغنده یه معنی دیگه برای دانش آموز هستش دوستان عزیز دانشجو مذارت میگم. کسی که در دانشگاه مشغوله تحصیل هستش به کسی که مدرسه میره می میگن شولا یا شولاغین به کسی که دانشگاه میره میگن شتودنت و یا شتودیغنده Jahr Studenten. دانشگاه میخواد که برای شروع ترم پاییزه یا ترم زمستونی واکسن رو به دانشجوهاش ارائه بده که بتونن اونها خودشون رو تو دانشگاه واکسینه بکنن. بله دوستان عزیز هستیم به انتهای این ویدیو. اگر ویدیو رو دوست داشتین، ویدیو رو لایک بکنین، نظر و انتقاد و پیشنهادتون هم طبق معمول در کامنت ها بنویسید از شما از اون دعوت میکنم که حتما به دوج پرزشتیبی و لرن ویت احسان بپیوندید آخر ویدیو لینکش گذاشته میشه میتونید کلیک بکنید و به عضویت دوج پرزشتیبی و لرن ویت احسان در بیایید منتظر شما از آن هستیم شب و روزتون خوش تا ویدیوهای بعد بدرود